عزیزای دل سلام، امید که جور و صحت باشین با فامیل های گرامیتان. بازم خدا رو شکر یک بار دیگه حاضر شدم تا بتونم یک غذای خوشمزه آماده بسازم. دوستای نازنین، مواد لازمه را میبینین. ما به شروع ویدیو تمام مواد طریقش البته مواد لازمه را گفتیم. شما از طریق زبانم بر شما میگم از طریق نشته که کردیم تیار کنین. 3 دانه کچالوی بزرگ است کلان که از ببینیم بسیار میده میکنم، رنده میکنم، و 3 دانه تخم است و 1 پیاله از این پنیر است، مخصوص پیزا است، بسیار خوبش است، مواد دیگه گد شده نداره، حلال است. شما میتونین که از لدل یا از مغازه که نزدیک شماست میتونین که از سوپرمارکت ها بگیرین. 1 پیاله است 200 گرام مسکز، البته ببخشین پنیر، پنیرم میده کردم، و 3 دانه تخم مرغ است، 1/2 پیاله نوش پیاز، 1/2 پیاله گشنیز تازه، 1 قاشق چای نمک، ببخشید مرچ سیاه، 1 قاشق چای تخم گشنیز به قدر لازم، نمک، تمام مواد گد کرده، و 1 چپلی کباب کچالو با پنیر خوشمزه آماده میکنم. شما هم تیار کنین و نوش جان کنین. مواد خوب گد میکنم، بر 10 دقیقه میگذارم. بعد از او باز به روغن پخته میکنم. بعد دو طریق پخته میکنم، یکی به روغن زیاد و 1 طریق دیگه به بسیار روغن کم پخته میکنم. کسایی که از روغن پریز هستن، روغن زیاد خورده نمیتونن، میتونن به روغن کم سرخ کنن، میشه به او رقم هم پخته کنین. حالا به روغن داغ سرخ میکنم چپلی کباب کچالو را، بسیار حالی میآید من آماده کنین، و حرارت متوسط سرخ میکنم چپلی کباب را. ببینید دوستای عزیز، به راحتی سرخ میشه، اصلا به نمیچسبه زمانی که شما سرخ میکنین. البته به حرارت بالا سرخ نمیکنم، رویش میسوزه و داخلش خام میمونه. حرارت متوسط سرخ میکنم چپلی کباب را. رنگش را زیاد سرخ نمیکنم، قهوه‌ای روشن، البته طلایی شوه رنگش. از روغن میکشم و دوباره البته دیگه موادی که مانده میندازم. باز نیمه دیگه شه به روغن کم سرخ میکنم. میتونین که مرچ سرخ یا مرچ تند هم اضافه کنین. اول شب به تفلا سرخ میکنم چون اونا اوقدر روغن برشان نقص نداره. ما میتونیم که به خود البته به روغن بسیار کم سرخ کنیم. دوستای عزیز، کمی دیگر که به شما گفتم مانده بود، مواد دیگر که به روغن کم سرخ کنم. کمی مرچ هم انداختم که تون مزه شوه و به روغن بسیار کم سرخ میکنم. دوستای عزیز، به این طریقی که پخته میکنم بسیار خوشمزه می ببینین، به روغن کم هم میشه که پخته کنین. آله سرخ کرده به حرارت کم میمونم تا خوب سرخ شه و
داخلش خام نمانه. روغن کم کار میگیرم. آیسایس سرخ کده و به ظرف میکشم. بسیار خوشمزه می شما میتونید که با چتنی خانگی تیار کنین و نوش جان کنین. دوستای عزیز و میربان، این طریقیش که بدون با کم روغن سرخ شده بر شما توتا میکنم، ببینین خودتان بسیار کم روغن و بسیار خوب شماده و داخلش هم پخته شده. ببینین دوستای عزیز بسیار خوشمزه است. گرم گرم که پخته کردین نوش جان کنین و سردش هم میتونین نوش جان کنین، بسیار خوب شمه و با چتنی خوشمزه و با سازهای مختلف نوش جان کنین. همراه سازهایی که به خانه دارین یا خودتون میدارین باسانی تیار کنین و نوش جان کنین. این ساز را که من همراهش نوش جان کردم از بیرون گرفتیم، از لدل یا هلدی میتونین که این ساز پیدا کنین. دوستای نازنین، طریقی دیگهش که با روغن زیاد پخته شده این هم خوشمزه است، بسیار مزه دار است. کسایی که روغنی خوش دارن میتونن که با روغن زیاد سرخ کنن و نوش جان کنن. این هم بسیار خوشمزه است. من زیاد از این طریقه خوش دارم. ارتوش خوبش میه. ببینین دوستان نازنین، توتا کردم، داخلش کاملا پخته شده. اگر دوست ندارین که پنیر پرتین اصلا فرق نمیکنه، بدون پنیر هم میتونین که پخته کنین. تخم اضافه حتما کنین، علاوه کنین که تخم نباشه باز خوبش نمیه. دوستان از این، شما رو وقت دارن نمیگیرم دیگه، شما رو به خدای پاک میسپارم. خداحافظ.